در سال 2013 پس از اینکه عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برادرش سلمان بن عبدالعزیز را به عنوان ولیعهد معرفی کرد، محمد پسر ولیعهد جدید که پیش از این مهره قابل توجهی در حاکمیت عربستان سعودی به شمار نمی رفت، مناصبی ماننده رئیس دفتر ولیعهد، ناظر و هماهنگ کننده دفتر سلمان بن عبدالعزیز در وزارت دفاع و یک سال بعد یعنی در آوریل 2014 عنوان وزیر مشاور و عضویت در شورای وزیران عربستان را تصاحب کرد. قبیله در سال 2015 میلادی عبدالله بن عبدالعزیز از دنیا رفت و پادشاهی به برادرش سلمان بن عبدالعزیز رسید. پس از اینکه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه شد، روند افزایش قدرت محمد بن سلمان آغاز شد. او وزارت دفاع را تحت اختیار خود قرار داد و با ایجاد یک شورای امور اقتصادی تسلط خود را بر شریانهای اقتصادی عربستان افزایش داد. قدرت طلبی او باعث شد تا برای اولین بار منصبی به عنوان جانشین ولیعهد ایجاد شود و به مرور زمان تلاش کرد تا جایگاه ولیعهدی محمد بن نایف را تصاحب کند. در نهایت دست قطر را که مهمترین و نزدیکترین متحد وی بود را کوتاه کرد. محمد بن سلمان تئوریسین اصلی تجاوز رژیم آل سعود به یمن با همکاری آمریکایی هاست که چند ماه پیش از آغاز هماهنگی‌های لازم با واشنگتن را برای آغاز این حمله به منظور تقویت قدرت خود در ساختار خاندان سعودی انجام داده بود. بن سلمان با تشکیل لابی به تسلط مالی و برقراری روابط مستحکم با شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی غربی چشم طمع دوخته است که قرارداد 110 میلیارد دلاری اخیر عربستان با آمریکا در جریان سفر دونالد ترامپ تنها بخشی از این پازل است. او تقریباً کنترل عربستان را به دست گرفت و در آخر محمد بن نایف را کنار زد و به عنوان ولیعهد معرفی شد. عربستان نظامی قبیله است که اگر شیخ قبیله در مسیری حرکت کرد، بقیه قبیله چاره‌ای ندارند جز این که دنبال وی بروند. در اینجا نباید تبعیت و اطاعت به حساب توافق جمعی گذاشته شود. حالا تمام بازوهای قدرت در اختیار جوانی بی تجربه، لجباز و ماجراجوست که در اندک زمان حضورش در رأس وزارت دفاع جنگی علیه یمن به راه انداخت که ده ها هزار انسان به خاک و خون کشیده شدند و با تشکیل اتحادیه هایی سعی در دخالت در امور کشورهای همسایه و منزوی کردن آنان دارند. ادامه این سیاست ها چنانچه با پادشاهی این شخص همراه شود، چه سرانجامی را برای عربستان و منطقه به وجود خواهد آورد؟